سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، مشتاقان به ورزش. گفتنی ها رو آقای میرزایی گفتند. خدمت هممیهنان عزیزمون سلامی ویژه داریم. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بازی های هفته اول دور برگشت رقابت های لیگ برتر باشگاه ایران، دیداری که امروز پنج شنبه 15 دی ماه سال 1390 در زمین شهید پیشگاه هادیان مجموعه تختی انزلی بین دو تیم سرخپوش پرسپولیس و سفیدپوشان ملوان برگزار میشه به قضاوت این چهره آقای علیرضا فقانی که از همین لحظه هم سوت آغاز بازی به صدا در میاد. همه منتظر هستن تا از پرسپولیس مصطفی دنیزلی رونمایی بشه و به پان در نیم فصل به تیم ملوان آمد. پور غلامی، یه حرکت خوب از نوستی در منطقه راست، میتونه توپ هم ارسال بکنه، تو سر توپ میزنه، وارد محوطه جریمه هم میشه. یک ارسال و یه بار دیگه یاران سفیدپوش آهی، یه پاس بسیار خوب به منطقه چپ ارسال بدن و محوطه جریمه. یک ضربه سر به تیر دروازه برخورد میکنه، ضربه سر رافقایی، اولین خطر جدی بازی در پنجمین دقیقه. چیزی نمونده بود که دروازه سرخپوشان باز بشه. ملاحظه بفرمایید اینجا حرکت کرد حیدری، توپ رو ارسال کرد به درون محوطه جریمه و معمارزاده فقط ایستاد، کاری هم نمیتونست بکنه. و رضایی، محمد نوری، رضایی رو خوب میبینه پشت محوطه جریمه، در عرض موقعیت هست در محوطه جریمه. ببینیم رضایی چیکار میکنه. آفساید کنه، ثابت به میدان آمده. شاید حضور دنیزلی باعث بشه که او باز هم همون مهداد اولادی گذشته بشه. موقعیت هست برای سرخپوشان به سمت دروازه، کاظمیان و توپی که به بیرون میره. کاظمیان از این صحنه بکنم واضح تر بشه دید که چه اتفاقی افتاد. ملاحظه بفرمایید اینجا اومد کاظمیان و حسنی صفت، فشنچی در منطقه چپ خط میانی تیمش، اولادی هم در کنارش هست. به خود مهداد اولادی، یه پاس خوب از او برای فشنچی، تو سر توپ میزنه مهداد اولادی و پاسی که رو به عقب داد برای آقا زمانی به سمت دروازه که علیرضا محمد رو در سمت راست صاحب توپ میکنه. توپ رو از دست میدن، اشتباهات نزد یاران دو تیم زیاد هست. یه پاس رو به جلو برای رافقایی می که وارد محوطه جریمه بشه به سمت دروازه و توپی که با اختلاف نه چندان زیادی به بیرون میره. به توپ ضربه زد، دید که توپ داره از پاش رها میشه. ملاحظه بفرمایید با روی پا زد، به دست معمارزاده هم نخورد. کاظمیان پشت توپ، ارسال کوتاه و ضربه سر شیری که راهی به دروازه نداره. نوری، یوسف زاده توپ رو میگیره، یه پاس بلند برای نوستی در محوطه جریمه و زاره اونجا پوشش مناسب رو میده و نهایتا نوری توپ رو از دست داد. یوسف زاده هم به همین ترتیب، حالا حرکت از رضایی تندوتیز، آهی در مقابلش هست، اولادی به سمت دروازه که توپ رو درازکش میگیره حسنی صفت. نوستی خودش توپ رو میگیره، نوستی تو سر توپ میزنه، شگرد داره این کار رو، پاسش رو میده برای رمضانی، ارسال کوتاه، یه حرکت نامشخص از مدافعین سرخپوش و این ضربه و توی دروازه. گل محسن مسلمان، عجب گل قشنگی رو زد محسن مسلمان با پای چپ، توپ رو پای سوار شد، دیگه از شادی نمیدونه چیکار بکنه. مسلمان هم یه کارت زرد گرفت و این گلی که به زیبایی به ثمر رسون اشتباه میثاق معمارزاده محرز بود روی این گل. آرامش و طمأنینه خاصی داره بازی میکنه امروز پور غلامی. یه پاس عمقی برای رضایی، خطا رو هم مرتکب میشه و گل مردود هست. با پشت پا یوسف زاده پاس عالی رو میفرسته برای رمضانی، فضای بسیار خوبی هم داره برای حیدری.
پشت محوطه جریمه رافقایی موقعیت بسیار مناسبی داره که اونجا هنوز هم موقعیت هست که میثاق معمارزاده این بار دیگه صد راه توپ شد، دومی رو هم یه بار دیگه یان پرسپولیس در محوطه جریمه برگشت توپ، نوری به سمت دروازه و توپش به بیرون میره. حرکت از یان مروان نصفتی به قلب خط دفاع تیم پرسپولیس میزنه که توپ رو گرفتن. رافقایی مجددا خودش وارد محوطه جریمه هم شده، به سمت دروازه معمارزاده یه لحظه توپ رو دفع میکنه. اولادی، نوری، بادامکی پشت محوطه جریمه وارد محوطه هم میشه، موقعیت هست برای سرخپوشان و رضایی که به توپ ضربه میزنه و با رشادت در اصل پاس میده برای سامان آقا زمانی. اولادی، بادامکی میکاره برای نوری و او ضربهش تو چارچوب نیست. خواهد داد. اولادی از سمت چپ حرکت کرده، میتونه توپو بفرسته، این کار انجام میده برای رضایی کوتاه قامت. مهدوی کیا این سمت به توپ میرسه، خود مهدوی کیا، رضایی در محوطه جریمه به دنبال تو و اعلام پنالتی. پنالتی میشه. پورغلامی توپ رو با دست زد، خواهد زد در زادگاه خودش مقابل تیم سابقش مازیار زاره. ورزشگاه هم ضربه حساسی مهدوی کیا الان رفته پشت توپ. بله، مازیار زاره انصراف میده، مهدوی کیا پشت توپ هست. ببینیم ضربه رو چگونه خواهد زد. مهدی مهدوی کیا دورخیز هم میکنه، خود مهدوی کیا و توپ رو میگیره. حسنی صفت، حسنی صفت توپ رو میگیره تا مهدوی کیا ورودی نچندان خاطر انگیز در تیم پرسپولیس داشته باشه. تصویر رو بله ملاحظه بفرمایید، خیلی بد زد زمینی زد. البته حسنی صفت هم خوب رفت و جهت رو خوب تشخیص داد و مهدوی کیا هم مسلمان گلزنی کرد. دقیقه 69 هم مهدوی کیا یه پنالتی رو از دست داد. نصفتی در محوطه جریمه و اعلام پنالتی. اعلام پنالتی میشه برای تیم ملوان روی حرکت محمد نصفتی. ملاحظه بفرمایید اینجا حرکت میکنه نصفتی، تو سر توپ میزنه، همونی که شگردش هست و بله شیری خطا رو مرتکب میشه تا ملوان در آستانه رسیدن به گل دوم هم باشه. رافقایی نیست که ضربه پنالتی رو بزنه، رمضانی که تا حالا ببینیم او چی کار میکنه و آیا میتونه توپ رو تبدیل به گل دوم ملوان بکنه یا چه. خیر، دورخیز میکنه، حرکت و گل توی دروازه. رمضانی نتیجه رو حالا 2-0 میکنه. ملوان 2 پرسپولیس 0. 79 دقیقه ضربه پنالتی باید تکرار بشه. رمضانی حواسش نیست، داور بهش میگه که بیاد ضربه رو یه بار دیگه بزنه. الان یه خورده همچین دیگه استرس هم حاکمه بر او و تیمش. دورخیز میکنه، ضربه رو میزنه و این بار گل، این بار هم گل. رمضانی این بار برخلاف دفعه قبل میزنه و دقیق هم میزنه و توپ رو تبدیل به گل میکنه. ملاحظه بفرمایید که چگونه پنالتی رو تبدیل به گل میکنه رمضانی. شکوری هم تا لحظات دیگر به بازی خواهد آمد و نصفتی که صاحب توپ میشه میره که وارد محوطه جریمه میشه تا بلکه یه حرکت فردی دیگه انجام بده و توپی که دقاقله به بیرون فرستاد. اولین دنیزلی زمان میخواد، دقاقله وارد محوطه هم میشه، موقعیت هست برای تیم ملوان و احتمالا گل سوم که توپ به بیرون میره. مهدوی کیاره میبینه، او هم برای اولادی، اولادی خودش، رضایی به سمت دروازه و توپش مختلف زیادی به بیرون میره. بعد حالا مازیار زاره باز هم گارد شودزنی میگیره. هاشمیان در اصل با پای چپ به لوکه میشه، برگشت دو از پورغلامی، همچنان موقعیت برای سرخپوشان و رضایی که این توپ رو زد و از بالای دروازه به بیرون رفت.
آخرین کورنر بازی رو خواهد زد. ارسال به دنو محوطه جریمه، برگشت توپ، موقعیت هست حالا برای رضایی به سمت دروازه و پایان بازی هم در همین لحظه اعلام میشه. آقای میرزایی، ما آماده میشیم تا با بازیکنان، در واقع با مربیان دو تیم اگر بتونیم صحبتی رو انجام بدیم. تشکر میکنم از همراهی شما بینندگان عزیز و گرانقدر.